خب سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز و گرامی. جلسه دیگری از کلاس پایگاه داده رو آغاز می کنیم به شکل آنلاین و دوستان کلاس آفلاین هم که خب تعداد خیلی زیادی هستند عادت کردن دیگه آفلاین ببینن، دیگه لم بدن و فیلم ببینن. خوبم هست اتفاقا. خب از کنکور 99 ما 10 تا تست رو حل کردیم، 6 تا تست آیتی مونده و این 6 تا تست آیتی رو هم ایشالله حل میکنیم و کنکور 99 تموم میشه و اگر هم دوباره نیازی بود رفع اشکالی بذاریم و تست بیشتری حل بکنیم، این کارم چیه انجام میدیم. بچه ها صدا و تصویر منو دارید به وضوح؟ به وضوح دارید؟ بگید بله. ندارید یعنی؟ آها دارید. بعد این هدست هم خوشگله به میاد، مدل خلبانیه ها، مدل مایکروسافت اورجینال. وبکم هم همینطور. آخی خودم. خب بریم سراغ اونم عالیه. آره همه چی عالیه، مشکی هم که رنگ عشقه و اینطوری دیگه. بریم به سراغ حل سوالات کنکور 99. کنکور 99 منتها چه رشته‌ای؟ رشته این بار آیتی. سوال میگه که فرض کنید پرایمری کی. خب این چیه بچه ها؟ اصلا جلوش هم خدا رو شکر نوشته این کلید اصلیه و شما میدونید که یه جدول میتونه ابر کلید داشته باشه، کلید اصلی داشته باشه، کلید فرعی داشته باشه، کلید خارجی داشته باشه و اینجور حرفا، درسته؟ که این تعاریف رو شما باید بلد باشید، بخونید قشنگ پایگاه داده رو صد بزنید، صرف تا صد اون چه که واقعا بتونید نتیجه بگیرید و من گفتم و بخونید، خوب بخونید. و گفته یک ارتباط چند به یک. خب من اینجا رابطه یک به چند رو می نویسمش بچه ها. در رابطه یک به چند ما کلید کاندید سمت چی و سمت یک، سمت یک رو می بریم تو سمت چند به عنوان چی تعریفش می کنیم؟ کلید خارجی. پس کلید کاندید سمت یک رو به عنوان قانون در نگاشت، نگاشت تحلیل به طراحی میبریم اونور به عنوان کلید خارجی تعریفش میکنیم که بین دو رابطه. حالا اشکالی که به این سوالی کمی شاید وارد باشه که وارد باشه و شما هم احتمالا منطقه بهش نگاه کنید اینه که الان اگر دو تا جدول آر یک و آر دو گفته به ما، به نظر شما الان آر یک چنده یا آر دو چنده؟ میدونی منظورم چیه؟ یه چیزی بنویسید. من الان مثلا میگم چند، خب نظر شما اینه که آر یک چنده یا آر دو؟ آر دو چنده نظرتونه؟ خب چرا آر دو به نظرتون چنده؟ والا منم نمیدونم. خب نگفته هیچی ولی میگه که در مورد یک ارتباط چند به یک که بین دو رابطه آر یک، خب من قاعدتا باید به ترتیبش استفاده کنم دیگه، یعنی بنویسم این چنده این یک دیگه، چیز دیگه نگفته که، من چیز دیگه هم ندارم بهش استناد بکنم. و جالبه که با همین استنادم که میکنیم میبینیم پاسخ تو گزینه هست و میشه حلش کرد، یعنی مشکل حل براش به وجود نمیاد. ولی چرا اینجا رو من حساسیت به خرج دادم؟ به خاطر اینکه بدونید من رو همه چی حساسم دیگه. خیلی خوب، این از این داستان. پس ما متوجه شدیم که من یه دفعه اینجا تو ذهنم نگاش کنم، شما هم همینطور، یک شد آره یک شد چند، آره دو یکه، یه جورایی بر اساس خود صورت سوال، یعنی دقیقا بر اساس اون چیزی که صورت سوال گفته. آره اینطوری. خب و همونطوری هم که من توضیح دادم، من آره دو رو گرفتم یک و آره یک رو گرفتم چند دیگه و شما میبینید که گفتم طبق قانون کلید کاندید سمت یک رو میبرید اینجا به عنوان کلید
خارجی تعریفش میکنید و نگاه کنید به زیبایی همین اتفاق چی شده افتاده. این کلید اینجا کاندیده، این هم در واقع کلید چیه؟ خارجیه. نه آ ایکس و وای هم که ستونای اسبق بودن دیگه، اسبق. اینم که همینطور، اینم که همینطور. تو جدول آردو خواهش میکنم بچه ها طور به دین و پیغمبرتون هر کی که بهش ایمان دارید اینا رو نصف نیمه یاد نگیرید، همینطوری ازش ساده نگذرید و دین و ایمونتون، اومدم گفتم دین و پیغمبر، و اینا رو دقیق یاد بگیرید. مثلا آقا جان بفهمید کلید کاندید آردو چیه. خب اینا رو باید بدونید. کلید کاندید جدول آر یک چیه وقتی که میره؟ بدانید که همون کلیدش میمونه، تغییری نمیکنه، یعنی همون ایکس کلید کاندیدش باقی مونده. اینا چیزاییه که شما باید بلد باشید و درک بکنید و اینا تو کنکور دچار مسئله میشین. خیلی خب، یه توجه گفتم، گفتم در جدول آر یک یعنی همینجا ستون ایکس کلید اصلیه. خب میدونیم نه چیز جدیدیه نه اصلا چیزی. قبلا آقا جان قبلا X تو خود این مدل ER، این مدل ER کلید کاندید بوده. بله مثلا من بعدا تو جاهای مختلف جزوه‌م و کتاب و فیلم‌ها موجودات ضعیف و قوی و اینجور چیزا رو هم تعریف کردم. خب اونا رو باید برید جدا بخونید. حرف من الان اینه که کلیدا رو بفهمید. نگاشت میشه وقتی که مدل تحلیل به مدل طراحی یاد بگیرین کلیدا چه اتفاق براش میفته. رو هوا نگذارید. همین حرف من همین. پس در جدول آر یک ستون آر ستون ایکس کلید اصلی پرایمری کی کلید اصلیه، یعنی همون ایکسه. اوکی. در نتیجه ستون ایکس به عنوان کلید اصلی جدول آر یک تمام ستونهای جدول آر یک را تولید میکند. یعنی چی تمام ستونهای جدول آر یک؟ یعنی ایکس میتونه مثل اون بحثای وابستگی تابعه، ایکس میتونه وای رو بده، ایکس میتونه آ رو بده. ساده تر بدم، ازش کلاژر وقتی بگیریم ایکس خودش رو میده، ایکس وای رو میده و اینم میده. و جالبه که این سوال همون قانون دوم ارسطوئه. چرا؟ چون تنها کلید این جدول یه دونه است و همینه که همه رو داره میده و همینم کلید کاندیده. حالا کلید اصلی هم هست، اینا رو شما بلدید. در نتیجه ستون ایکس به عنوان کلید اصلی جدول آر یک تمام ستونهای جدول آر یک رو تولید میکنه. نه دیگه، همه ایکس رو میده، هم وای رو میده، هم آر رو میده. یعنی پرایمری کی آر یک، به این ادبیات آشنا بشید، کل آر یک رو میده. یعنی چی کل آر یک؟ اینطوری مینویسن دیگه، مثلا میگن پرایمری کی آر یک کل آر یک. یعنی چی؟ یعنی ایکس رو میده، وای رو میده، آر رو میده، نه ستوناش رو میده. یا اینکه مثلا به جای پرایمری کی آر یک بگی ایکس، ایکس کل آر یک رو میده. یا بگو مثلا ایکس، مثلا همین جایی که من نوشتم ایکس، بگو ایکس رو میده، وای رو میده، آر رو میده. خوبه این حرفا. همچنین کلید کاندید جدول آر دو، خب آر دو هم که اینجاست، در سمت یک، چون گفتیم دیگه این سمت یکه، این وری سمت چنده. ستون آ به عنوان کلید خارجی در جدول آر یک در سمت چند تعریف می شود؟ خب اینا دیگه، این آ تعریف شده. بنابراین همونطور که در جدول آر یک داریم ایکس میده آ رو، ایکس آ رو میده دیگه، نمیده یا نه میده دیگه. ما اصلا گفتیم که ایکس هم ایکس رو میده، هم وای رو میده، هم آ رو میده. بنابراین همونطور که گفتیم در جدول آر یک ایکس آ رو میده. خب میتونیم به جای ایکس همونجوری که قبلا گفتیم بگیم پرایمری کی آر یک آر رو میده، مثلا آر رو میده دیگه، و تاکید میکنم ایکس هم ایکس رو میده، هم وای رو میده، هم آر رو میده. یا میتونی بگی چی؟ میتونی بگی پرایمری کی آر یک پرایمری کی آر دو. خب پرایمری کی آر دو جدول آر دو کیه؟ همون آی دیگه. نه متوجه میشی چی میگم؟ ببینید اینا همه سینونیمن، با هم مترادفن. بنابراین پروازه است که گزینه دوم پاسخ سوال است. یعنی گزینه دوم میگه که پرایمری کی آر یک میدهد پرایمری کی آر دو، و در درک ساده تر یعنی ایکس میدهد آر.
و این عبارت خیلی درستیه، به خاطر اینکه جدولش این شکلی شده است. x، من جدول رو بیارم تو ذهنم، x y a و این حالت وجود دارد که اینجا هم توضیح دادم، درسته بچه ها؟ درسته. وقتی توی سوالی میگه کلید کاندی چیه، بازم باید کلید کاندی رو به دست بیاریم. خب یعنی چی وقتی میگه کلید کاندی چیه باید به دست بیاریم دیگه، به دست نیاریم؟ سوالتون اگه واضح تر بپرسید پاسخ میدم. وقتی توی سوال میگه کلید کاندی چیه، بازم باید کلید کاندی رو به دست بیاریم. خب آره دیگه، یعنی چی؟ خب پرسیده چیه دیگه، کلید کاندی چیه باید به دست بیاریم دیگه. بعد یه نکته ای هم که اینجا به عنوان یادآوری من براتون باید بگم اینه که مثلا این مثال نگاه کن، این مثال بهتریه دیگه. مثلا گروه آموزشی سمت یک، استاد چیه سمت چند؟ نه، گروه آموزشی مثلا تو چه گروهیه؟ یه استاد، یه گروه آموزشی، اساتید مختلفی داره. بعد یه استادم تو چند تا گروه آموزشی میتونه باشه؟ یه دونه دیگه. ولی یه گروه آموزشی میتونه چند تا استاد داشته باشه؟ خب و این همون یک به چنده دیگه. و گفتیم سمت یکو، این به عنوان مثال واقعیه دیگه، یعنی جی نامبر رو ما باید بیاریم این ور به عنوان چی تعریفش کنیم؟ به عنوان کلید خارجی، درسته؟ یکو میبریم میذاریم تو چند. و اگر نگاه کنید میبینید همین اتفاق افتاده، این الان اومده اینجا به عنوان کلید چی؟ خارجی. این سمت چیه؟ سمت n. این ور سمت چیه؟ سمت 1. این چیه؟ کلید کاندیده. و مثلا الان استاد تیچر 1 تو کدوم گروه آموزشی؟ تو گروه آموزشی G1. تیچر 2 تو گروه آموزشی G1. تیچر 3 اینطوری. و استاد T4 هم که هیچ جا نیست. گروه ها چی هن؟ گروه G1، مثلا گروه کامپیوتر، گروه برق، گروه عمران. دقت میکنی چی میگم؟ سازمان سنجش آموزش کشور هم در کلید نهایی اولیش گزینه دوم انتخاب کرده بود. بنابراین این هم یه مثالی بود راجع به یک به چند که درک بکنید. و به همین منوال ما پاسخ میزنیم گزینه دوم. بچه ها مسئله ندارید روی این سوال؟ که بریم سراغ سوال 82. ما همین 6 تا سوال رو حل میکنیم و دیگه همین دیگه. خب حالتون خوبه بچه ها؟ نه دیگه، دیگه این وقتی خودش کلیدو میده که نمیخواد بریم پیداش بکنیم دیگه. چه زمانی باید پیدا بکنیم؟ مثلا بگه که این کلیده و ممکنه کلیدای دیگه ای هم داشته باشه اون موقع. ولی اگه بیاد به قطعیت بگه آقا جان جدول مثلا همین دوتا کلیدو فقط و فقط داره، دیگه نمیخواد بریم پیدا بکنیم. نه، خب تست 82 میگه که در مورد رابطه فلان فلان اینا رو داریم با توجه به کدام وابستگی تابع رو نمیتوان استنتاج کرد. خب حل این سوالات خیلی آسونه و لذت بخش هم هست. خب چیکار باید بکنیم؟ گفته نمیتوان استنتاج کرد. من روش قشنگی به شما یاد دادم، ببینید چقدر من اینا رو خوب و عالی حل میکنم، شما هم همینجوری یاد بگیرید حل کن. مثلا اول گزینه یک رو بررسی میکنیم. خب من میام مینویسم ب د میدهد چی؟ سی دی. قبول. بعد میام ازش این بستار میگیرم، یعنی اینجا میام بی دی رو مینویسم ازش بستار میگیرم، میشه بی و دی. بی خودش رو میده، دی هم همینطور خودش رو میده. حالا بی و دی رو دارم، میام تو وابستگی ها. وقتی که بی رو داشته باشم بچه ها دی رو میده، نه؟ وقتی که دی رو داشته باشم استاپ میشه، درسته؟ پیش نمیره، میره بچه ها. من نتونستم از بی دی توسط این وابستگی های تابعی به سی دی برسم. میتونم؟
تایید کنید بگید نه. لطفا عکس العمل نشون بدید تو کلاس دیگه. نه. پس همین پاسخ سوال میشه دیگه. کلید سنجش هم کمی بود. ولی بقیه رو که بررسی بکنیم، بقیه رو بررسی بکنیم، مثلا سی دی رو بررسی بکنیم. ببینیم این چجوریه. این همین تو این سی دی بچه ها سی دی رو وقتی دارم چی رو میده؟ ای رو میده. میبینی؟ ای رو میده و دیگه چی دارم؟ آها سی دی رو دارم، آها ای رو دارم، آ رو میده، آ رو دارم، بی رو میده، آ به سه دی همه رو داد؟ همه رو داد، همه رو داد. پس این جز پاسخ سوال نیست. بی سی رو بررسی میکنم، گزینه سوم. خب بی خودش رو میده، بی رو دارم، دی رو میده، بی رو دارم، دی رو میده و دیگه چی شما بگید؟ سی دی رو دارم، ای رو میده و ای رو دارم، آ رو میده، آ به سه ده. اینم همه رو داد، پس اینم جز پاسخ سوال نیست. میرسیم به آسی، بستار میگیریم، آ خودش رو میده، سی رو میده، آ رو دارم، میبینید آ رو دارم، بی رو میده و وقتی که آ رو دارم سی رو میده، این به درد نمیخوره، بی رو دارم، دی رو میده و چی مونده؟ ای مونده فقط. سی و دی هم دارم، سی و دی رو که دارم ایرم میده. خب اینم همه رو چیکار کرد؟ دادش. پس اینم جزء پاسخ سوال نیست. بنابراین سوال 82 هم به دقت میشه چند بچه ها بگید لطفا بنویسید گزینه چند؟ یک. همتون تعامل داشته باشید. پس اینم ساده بود، خیلی راحت میشد حلش کرد. من واقعیت هدفم از برگزاری کلاس این نیست که این سوالا رو حل کنم، اینا خیلی آسونه، اصلا شما قطعا میتونید صد بزنید. هدفم اینه که فقط بیام و یه کمی همو ببینیم و بعدم بریم و امیدتون رو افزایش بدم، چون قاعدتا بچه‌ها تلاش کنید تو کلاس آنلاین باشید، امید شما رو زیاد میکنه، کلا تو جمع بودن همیشه انرژی مثبت داره. همین هدفم اینه و اینا رو شما هر کنکور رو بزنن جلوتون صدو میزنید. خب این یه شمای پایگاه داده داده به من و گفته که این وابستگی ها داریم، کدام گزینه در مورد رابطه آر برقرار است؟ رابطه آر در شکل نرمال دو نف. چقدر تست قشنگه نه؟ بهبه. بریم حلش بکنیم. چیکار بکنم؟ قانون اول من چی میگه؟ میگه که کل جدول یعنی A, B, C, D, E, P, G منهای سمت راستی ها، یعنی منهای سمت راستی ها یعنی اینا. بریم با هم. بعد یه خواهش بچه ها لطفا به ترتیب حروف الف با حرکت کنید که چیزی جا نمونه. یه موقع مثلا آ رو داریم تو سمت راستی یا نداریم؟ به ترتیب رو الف با. ب رو نداریم، سی هست، دی هست، ای چطور؟ ای هست دیگه. چی؟ جی. پی چطور؟ پی هم نیست، فقط جی هست. پس چی میمونه از این تفاضل؟ از این تفاضل چه چیزی میمونه؟ آ میمونه، بی میمونه، یعنی سی، دی، ای و جی رفت و پی هم میمونه. نه پی هم میمونه. یا پی هم داشتیم سمت راست؟ اه من ندیدمش. پی هم بود. آبز پی و جی. بنابراین سی، دی، ای، پی، جی اینا همه میرن و اون چیزی که میمونه همین آبه هست و بعد از آبه بعد بستار بگیریم طبق
قانونمون دیگه، ببینیم چی کار از چند مرد حلاجه. آ رو داریم بی رو میده، آب رو داریم سی دی رو میده، میبینید آب رو دارم سی دی رو میده و دیگه چی؟ بی رو دارم جی رو میده، بی رو دارم دیگه جی رو میده، دیگه چی شما بگید؟ سی رو دارم ای رو میده، آب سه د پی مونده، دی ایرم دارم و پی رو میده، همه رو داد. وقتی که همه رو میده پس این قطعا قانون چیه بچه ها؟ قانون دومه و آب من میشه تنها کلید کاندید دیگه، یعنی دیگه کلید کاندید دیگه ای ندارد. متوجه میشیم که این احراز هویت میشود و متوجه میشیم که تنها کلیده، یعنی میشه قانون دوم. ارسطو چقدر کمک میکنه اینا، خیلی خوبه این تست ها. حالا اینجا نگاه کنید دیگه، به صورت شماتیکش همین کارا رو کردم دیگه، سمت راستی یا پی بود، اینجا گذاشتم ای و سی و جی و آبه شد چی؟ کلید کاندید. کار نداریم به اینا، اینجا رو کار بهش دارم. بچه ها آبه شد تنها کلید کاندید من. خب حالا نکته مهم اینه که من اینجا بگم یه یادآوری، وابستگی ها دو شکلن، یا کاملن یا چیان غیر کامل. این کاملا در واقع کلید کاندیدن، این غیر کاملا چیان؟ بخشی و انتقالی و معکوس و الحاقی و اینا، اینا همه غیر کاملن. حالا نکته مهم اینه که آبه به من بگو که کامله یا غیر کامل. کامله، میبینی نوشتم وابستگی کامل، میبینی چه باحاله. حالا دی ای چیه؟ هیچ، غیر کلیده. پ چیه؟ غیر کلید، پس انتقالیه. چرا غیر کلید به غیر کلید گفتم؟ انتقالیه. سی چیه؟ هیچ، غیر کلید. ای چیه؟ غیر کلید. غیر کلید به غیر کلید انتقالیه. پی چیه؟ هیچ. نه ببینید آبه، حالا یه آی یه بی یه چیزی دیگه از اینا. خب سی که اصلا ربطی به این نداره، پس اینم غیر کلید به غیر کلیده، این هم میشه انتقالی. حالا نکته زیبا اینه که ب چیه؟ ب عضو کلید کاندیده. خب وقتی که عضو کلید کاندید اینجا داشته باشه و اینور غیر کلید، ما میدانیم که عضو غیر کلید کاندید به غیر کلید میدهد وابستگی چی بچه ها؟ میدهد وابستگی بخشی. و وقتی که وابستگی بخشی داشته باشیم، یه چیزی وان ان اف، یه چیزی وان ان اف باشد، تو ان اف نیست. چرا؟ چون جدولی در وان ان اف، در تو ان اف هست که اولا وان ان اف باشد، ثانیا وابستگی بخشی نداشته باشد. در نتیجه این جدول دو ان اف هست یا نیست؟ بنویسید نیست. خب دیگه دو ان اف نیست دیگه، یعنی کدوم گزینه رو میزنیم به زیبایی؟ رابطه R در شکل نرمال 2NF هست، این که غلطه. 2NF 3NF هست. خب چیزی که 2NF نیست که نمیتونه 3NF باشه، در شکل نرمال BCNF نخه، چون 2NF نیست. جدولی BCNF که هم 2NF باشه هم 3NF باشه هم 1NF باشه، گفته رابطه در شکل نرمال 2NF نیست. همین پاسخ ما هست، پاسخ سنجش هم همین گزینه سه بوده است. درسته بچه ها؟ گزینه سه صحیح است. پایگاه رو بخونید برای 100% و 100 بزنید و لذتش رو ببرید. حالا یه چیز جذابتر بگم. فرض کنید الان کنکور 99 شما میخواستین شرکت کنید، من یه سوال میپرسم شما جواب بدید. کنکور 99 که من نمیدونستم چی میخواد بیاد، شما هم نمیدونستید، میرفتین کنکور 99 چند میزدید با همین سوادی که دارید؟ 100 میزدید دیگه. خب بازم 1400 هم همین اتفاق میفته، دوباره من میام اینجا حل میکنم، دوباره همین داستان تکرار میشه. خب آن آپدیت کسکید، اولا میدونیم که این حالت آبشاری داره،
اگه نمیدونید باید برید درس بخونید، اینا رو باید بدونید. آن آپدیت کسکت در جدول فرعی تعریف می شود یا اصلی؟ در جدول فرعی. جدول فرعی چه جدولیه؟ جدولی که توش کلید خارجی داریم. میگه مثال بزن، میگه مثال معروف جدول SP که من تو جلسات قبل گفتم به این جدول میگن جدول اعمال. چی بهش میگن؟ جدول اعمال یا جدول دادگاه. اعمال تو اینجا می نویسن که آقای مثلا S number و P number. یالا بگو ببینم اینجا چه اعمالی داشتی، یالا بگو ببینم اینجا چه غلطی کردی. مثلا میاد میگه من S1 P1 ازش تولید کردم مثلا 10 تا. میبینی SP جدول اعمال دادگاه این حرفا. به هر صورت آن آپدیت کسکیت و نمیدونم آن دیلیت کسکیت و نمیدونم نولیفای و نمیدونم ریستریکت و اینا همه تو جدولای فرعی، یعنی همون جدولای اعمال و دادگاه و اینجور چیزا. چرا؟ خب چون آدمی چیزی که دادگاهیه، چیزی که اعمال رو میخواد بررسی کنه، بعد یه جای دیگه وابسته باشه، نه؟ مثلا به جدولای اصلی. اینا جدول اصلی هن. اینا چیزایی که شما باید بدانید و بخونید و یاد بگیرید. به هر صورت میگه دستور آن آپدیت کسکید در کدام گزینه اطمینان حاصل میکنه؟ اولا به نرمال سازی چه ربطی داره؟ اصلا نرمال سازی خودش فرایند نرمال سازی داره. چه ربطی داره به نرمال سازی؟ نرمال سازی 1NF باید بکنی، 2NF بکنی، نمیدونم 3NF بکنی، BCNF کنی. چه ربطی داره اصلا به آن آپدیت کس؟ ربطی نداره. به دیدهای ذخیره شده کار داره. اولا دیدها جای ذخیره نمیشن، اصلا هارد مصرف نمیکنن. دیدها رو جداول پایه یه بار اجرا میشن، خروجی رو مانیتور نمایش میدن. بعد مانیتور که رم نیست، مانیتور که هارد نیست. اصلا آن آپدیت کسکت چه ربطی به دید داره؟ ما داریم میگیم آن آپدیت کسکت اصلا برای جداول چی شد؟ برای جداول فرعی. اصلا چه ربطی به دید داره؟ اصلا ما روی دید آپدیت کسکت تعریف نمیکنیم. تمام مواردم که خب دو تا گزینه هست شد، پس تمام مواردم نیست. به یک پارچگی داده ها متصله و این پاسخ سوال هست. یک پارچه میکنه داده ها رو دیگه. مثلا الان اینجا شما یه دید و یه جدول رو اینجا رو نگاه کن، یه جدوله create table ستون s number و ستون s name، مثلا کره 5 و کره 20، پرایمری کیش هم شده مثلا s number. این یه جدوله، جدول s. بعد ما میتونیم روش یه ویو تعریف کنیم که این ویو اینجوری تعریف شده، میگه که from s یعنی همون رو s با ستون sid و ستون sn. خب این ویو رو صدا میزنیم میشه select ستاره، این sv یه ویوه، این هم خروجیش میشه دیگه، نه؟ یعنی ما میگیم select ستاره from sv. خب این sv یا این دید اصلا جایی ذخیره نمیشه، مثل یه شابلونه میذاری رو جدول پایه. sv چیه؟ میبینی رو جدول پایه from s، رو جدول s تعریف شده، اونو نمایش میدهد، یعنی همونو نمایش میده. پس دید اصلا چیزی نداره. این تعریف مثلا دید بود. اینجا هم شما میتونید ببینید چرا نادرسته. چرا نادرسته؟ زیرا دستور آن آپدیت کسه ارتباطی اصلا به اطمینان حاصل کردن از خروجی داده های دید ندارد. ضمن اینکه خروجی دید ها جایی اصلا ذخیره نمیشه، بلکه در یک لحظه به واسطه فراخوان و شکل ساختاری دید داده های جدول پایه را در خروجی نمایش میده. بنابراین به قطعیت گزینه یک که غلط. گزینه دو هم که گفتم ربطی به نرمال سازی نداره. نرمال بودن داده ها و حذف افسوندگی طبیعی داده ها بر عهده فرایند کاهش و نرمال سازیه. پس این گزینه هم چیه؟ غلطه و ربطی نداره به موضوع. به جهت یادآوری من میتونم اینجا یه مثال بزنم برای شما دوستان عزیزم. مثلا اینجا جدول در نظر بگیرم. این همون حکایت نو اکشنه. من مثال معروف نو اکشن بود، من میگفتم یه پلیسی دنبال یه فرد معتادی میدوید، بهش برگشت گفتش بی حرکت، بعد اون معتاد برگشت گفت آقا کو حرکت، توان نداشت که بخواد بدوه اصلا.
این همون مثال معروفه. من یه جهت یادآوری اینجا یه چیزی کوچولو بگم و بعد بگذریم ازش. خب ما به این جدول میگیم جدول فرعی، به این جدول میگیم جدول اصلی. این جدول جدول اعماله، همون جدولی که میگه یالا بگو ببینم چه غلطی کردی تو زندگیت، آخرت این کارو میکنن دیگه، یالا بگو ببینم چیکار کردی. این اس 1 که این اس 2، این پی 1 این پی 2. بعد مثلا اس 1 پی 1 رو تولید کرده 10 تا، مثلا اس 1 پی 2 رو تولید کرده مثلا 20 تا. حالا نکته مهم اینه که اگر این پی 1، این پی 1 مثلا بشود به جای پی 1 بشود پی 11، اون موقع از اونجایی که این، یعنی این کلید خارجیه و اینم به همین شکل اینم خارجیه، به اون و چون فرعی هم دیگه به اون ور متصله، اگر این بشه پی 11 اینجا هم باید بشه چی؟ پی 11. اینجا هم باید بشه چی بچه ها؟ پی 11. چرا؟ چون زیر این جدول احتمالا نوشتم آن آپدیت کسکید. خوبه این حرفا؟ تو کجا نوشتم؟ تو فرعیه نوشتم. اعمال ما به اصل ها وابسته هست، اعمال ما به اصل ها وابسته هست. یا آقایی که پی 11 بوده بعد تو اعمال اینجوری بشه دیگه، یا مثلا یه روزی اس 1 میشه اس 11. خب چون اینجا میگه آن آپدیت، میگه آپدیت بشو، جدول اس پی میگه حساس باش به جدول اس، این هم میشه اس 11. این همینه و اینا به این میگن یک پارچگی داده. میگه آقا جان 4 روز دیگه درسته میری شناسنامت و اسمتو عوض میکنی، ولی خدا گول میخوره اسمتو عوض کنی تو شناسنامت؟ چرا گول نمیخوره خدا؟ به خاطر اینکه خدا دستور آن آپدیت کسکید گذاشته. حالا جالبه، من قدیما همه مدل مثال میزدم، الان نمیدونم چرا خدا هم اومده تو مثالا، خدا رو هم داریم میاریم ازش مثال میسازیم. پس خداوندگار عالم آن آپدیت کسکید رو داره. تو اسم تو مثلا محمدی میکنی حسنی، اینجا محمدی میکنه حسنی، خداوند در جدول اعمال اون محمدی تو اینجا میکنه حسنی، بعد اونجا بهت میگه که محمدی چرا کردی حسنی. درسته؟ خدا اونجا آن آپدیت کسکیده رو گذاشته رو جدول اعمالت قشنگ برات، که قشنگ چی کارت کنه اون دنیا؟ که قشنگ یک پارچگی داده به وجود بیار که حق کسی یه موقع ضایع نشه، قشنگ همه چی یک پارچه است، تغییری هم به وجود بیاد تغییرات اعمال میشود. آخی بعد اینجا میدونید دیگه، این دیلی تو آپدیت آپشن داره دیگه، این آپشنش میتونه نو اکشن باشه دیگه، ریستریکت نداریم تو اسکیول سیورهای جدید، نو اکشن اومده، پیشفرزش هم نو اکشنه، کسکید و ست نال، همین. اینم هم از سوال یه نکته هم اینجا بگم، این هم خیلی خوشگله. میگه به تفاوت یک پارچگی یعنی اتمیسیتی یا تجزیه ناپذیری بود شرط های اسید. تو فصل اول شرط های اسید بود اتمیسیتی یا یک پارچگی یا تجزیه ناپذیری. میگم به تفاوت یک پارچگی یا تجزیه ناپذیری تراکنش ها، یعنی یک پارچگی تراکنش، دارم میگم که به تفاوت یک پارچگی چی؟ به تفاوت یک پارچگی تراکنش با یک پارچگی داده. من شاید اینو تو ذهنتون چرخید گفتم اینو جوابم، اینجا نمیگه یک پارچگی تراکنش داره، میگه یک پارچگی داده. پس تفاوت یک پارچگی داده با یک پارچگی تراکنش که اون بحث اسید و اینا بود تفاوت قائل بشید. خوب بود این نکته رو گفتم، چون میدونم کلمه یک پارچگی احتمالاً تو ذهنتون چرخیده بوده. خب اینم از این داستان. چقدر زود تموم شد این تستو، بقیهشو بریم بازی کنیم، کلاسمون تموم میشه، میتونید بی سر و صدا از کنار بری تو حیات دیگه. خب تست بعدی میگه رابطه های آره 1 و آره 2 و اینا،
خروجیش چی میشه؟ آها این خیلی خوبه، این تستش رو خوشم میاد. یه ذره حرف بزنی با هم دیگه، بیا صمیمی بشیم. انگار مثلا من الان پیش شما داریم کنارم درس میخونیم، حال میکنیم. یه ذره صمیمی بشیم، بیاید پیش من. بچه ها وقتی میگه هیچ تاپل تکراری ندارد، میتونه آیا میتواند آیا میتواند توهی باشد؟ فکر کن جواب منو بده، زود جواب نده. میگه آقا R1 هیچ تاپل تکراری ندارد. خب تاپل تکراری ندارد، میتونه بگیم آقا ممکنه جدولش توهی هم باشه؟ آره. چرا؟ خب یه جدولی که توهی باشه تاپل تکراری داره؟ نداره دیگه. این خیلی پس زیرکانه است. بعد جالبه طراحا از سال 98 و 97 و 99 گیر دادن به این توهیه. آه این توهیه رو ما داریم لو میدیم، حساس به باش. و بعضی دارن دوچار خطا میشن، گیر بدید به این توهیه. هر وقت مثال برای خودت میزنی مثال توهیه رو هم بزن. میگه R1 هیچ تاپل تکراری ندارد. خب پس میتواند توهی باشد؟ بله. میتونه توهی هم میتونه توهی باشه، هم میتونه توهی نباشه. حالا اگه توهی نبود تاپل تکراری نباید داشته باشه. حالا یه چیز دیگه، وقتی میگه R2 توهی نیست، آیا میتواند تاپل تکراری داشته باشد؟ بگید به من. میگه آقا توهی نیست، میتونه تاپل تکراری داشته باشه؟ آره. داره میگه توهی نیست دیگه. آیا اینا رو بفهمید، آیا میتواند تاپل تکراری نداشته باشد؟ این چطور؟ پاسخ اینا بله است. فکر کنم درک کردید. پس وقتی میگه تاپل تکراری نداره میتونه توهی باشد، یعنی من برای این بخش میتونه توهی باشد، میتواند توهی نباشد. وقتی میگه توهی نیست میتونه تاپل تکراری داشته باشه، میتونه نداشته باشه. پس این یه نکته خیلی مهمه و من میخوام الان اینو حلش کنم. خب بریم حل کنیم. بچه ها این پرسجویی که تو صورت سوال پرسیده است اینه دیگه، نه؟ اینو پرسیده تو صورت سوال. بعد عملگر دیستینکت چیکار میکنه؟ حذف سطرهای تکراری. و شما میدونید که تو اسکیل سرور مثل جبر رابطه سطر تکراری خودکار حذف نمیشه تو اسکیل سرور، و این باگ اسکیل سروره که قوانین جبر رابطه رو اجرا نمی کند، تابع نیست. بعد دستور دیستینکت رو بیاریم تا سطرهای تکراری رو حذف کنه. و میدونیم که فرام R1 R2 ضرب دکارتیه. خب این دوتا جدول رو من مثال زدم. بچه ها این دوتا تو هم ضرب دکارتی بشن چی میشه؟ 1 2 1 2 با 5 6. بعد R2 رو چرا من سطر تکراری داره 5 6 5 6؟ خب به خاطر اینکه گفته R1 تو گزینه 1. ببین دقت کن به من چی دارم میگم. گفته تو گزینه اول R1 هیچ تاپل تکراری ندارد. آن ببخشید R2ه. R1 هیچ تاپل تکراری ندارد. خب ندارد دیگه. حالا نکته اینه که اگه تاپل تکراری نداره میتونه حتی توهی باشه. حالا من مثال توهیشو نزدم. بعد گفته R2 توهی نیست. خب R2 توهی نیست، ولی میتواند تاپل تکراری داشته باشد. جدولی که تاپل تکراری ندارد میتونه توهی باشد. جدولی که توهی نیست میتواند تاپل تکراری داشته باشد. اوکی؟ حالا با توجه به این حرفا ضرب دکارتی گفته فرام آریه کاردو. 1 2 با 5 6 دوباره 1 2 با 5 6 3 4 با 5 6 3 4 با 5 6. بعد میگه که دیستینکت بگی روی چی؟ روی این تیکه. خب روی این تیکه بگیریم میشه 1 2 3 4. چرا سطرهای تکراری هست شد؟ چون دیستینکت داره.
اسکیل به طور پیشفرض سطح تکراری را حذف نمی‌کنه مگر از دستور دیستینکت استفاده بشه. به هر صورت خروجی پرسجو چی شد؟ شد این. سوال چی گفته؟ سوال گفته که کدام گزینه برقرار باشد خروجی عبارت اسکلزی دقیقاً آریه کم میده. میگه کدوم گزینه باعث میشه که این پرسجو دقیقاً خود آریه کو بده به من؟ الان تو گزینه اول آریه کو دقیقاً داد؟ آره دیگه دقیقاً الان آره یک دو سه چهار خروجیش هم شده همین میشه پاسخ سوال تو کنکور، یعنی گزینه یک شد پاسخ، بقیه گزینه ها غلط. حتی من بقیه گزینه ها رو هم الان بررسی میکنم. گزینه دوم گفته که آره یک توهی نیست. خب آره یک توهی نیست، ولی نگاه کنید من بهش سطر تکراری دادم. گفته آره دو هیچ تاپل تکراری ندارد، میتونست توهی باشه میتونست توهی نباشه، ولی اگه غیر توهی بود نباید تاپل تکراری داشته باشه. خوبه این حرفا؟ البته این مثالا رو خب من فکر کردم روش زدم دیگه، همین جوری که یه مثال نزدم، که یه جوری زدم که مثال نقض بشه دیگه، نه یعنی سخت‌ترین مثال زدم. تست کیسن اینها، به اینا میگن اصطلاحاً چی؟ تست کیس. بچه تست کیس در واقع یا موردهای تست یه بحث توی سافر انجینیرینگ که من به بچه تو کلاس مهندسی نرم افزارم میگم، که به این میگن یه مورد تست میسازیم، یه چیز رو تحت فشار میده، بهش میگن تست استرس، فشار قرار میده تحت شرط خاص قرار میده ببینه که میتونه دوام بیاره یا نه. پس اینا تست کیس هن. و خود تست کیس مثال زدن اینها خودش یه مهارته، بس خودتون باید توی این مهارت تقویت کنید. حالا یک دو با پنج شیش. حالا ازش سلکت میگیریم، میده چی؟ میده یک و دو. الان این خروجیه، این خروجی همون جدول آریه که میبینیم که نه، درسته؟ اون یک دو داره، این نداره. به نظرم این تست بار آموزشی بالایی داره. خب داریم تو SQL مثال میزنیم. البته حرف شما تا حدی هم میتونه درست باشه ها، حرف شما میتونه، شاید یه باگ این حرفی که من زدم، میتونه حرف شما درست باشه، میتونم درست نباشه، یعنی میشه همچون یکم سوال ابهام دارد. البته باز هم اصلا فرض کنیم که سطر تکراری گذاشتنم غلط باشه، خب اصلا این جدول رو وقتی مثلا بگیریمش توهی یا هر حالت دیگه، این حرفایی که زدم درست در میاد از آب، یعنی ما میتونیم مثلا مثالای جدول توهی رو بزنیم. حالا این گزینه اول بود دیگه، تو گزینه اول شما حتی مثلا غیر تکراری هم بذارید، مثلا تو گزینه اول مثلا 5 6 نذار، بذار 5 6 7 8. خب مثلا من همین الان این کارو میکنم 5 6 7 8، خب این میشه 5 6، این میشه 7 8، 5 6 7 8. خب باز هم اگر بگیریم میبینیم چی میشه بچه‌ها، گزینه اول درست از آب در میاد. این حرف شما به نظرم درسته، بهتر تکراری نذاریم. حالا منم گذاشتم به خاطر اینکه خیلی بازم مشخص نکرده شرط سوال. نه بچه‌ها الان گزینه اولو تایید میکنید، میشه 5 6 7 8، بازم همون جواب میشه 1 2 دیگه، نه؟ و همین حالت رو من ادامه میدم، میرم تو گزینه دوم. تو گزینه دوم هم چجوری مثال بزنم؟ اصلا مثال جذاب چیه بزنم؟ کلا این جدول بزنمش توهی. خوبه حرفم؟
کلا اگه جدول سمت راستی رو بذارمش تهی، بعد مثلا به جای 1-2 اینجا بذارم مثلا 3-4، خب بعد خروجی این جدول چی میشه کلا اگر این جدول آر دو تهی باشه؟ بگید. آفرین، باریکلا، میشه کلا تهی. خب وقتی بشه تهی، خروجی هم میشه تهی. الان خروجی شده تهی در حالی که جدول آر یک چیه؟ 1-2-3-4. آیا یکیه؟ بگید. نه، میبینید پس نشد دیگه. پس گزینه دوم هم چیه؟ غلطه. میریم سراغ گزینه سوم. گزینه سوم گفته که آره یک هیچ تاپل تکراری ندارد. خب این آره یکه. آره دو توهی است، اصلا خودش گفته توهی. حالا شاید بگه که یه لحظه مثلا شاید حواست پرت بشه، بگی تو گزینه دوم چرا آره دو رو گرفتی توهی؟ خب گفته آره دو هیچ تاپل تکراری ندارد. خب وقتی تاپل تکراری نداره من میتونم توهی بگیرمش اصلا. اوکی؟ میتونم. حالا گزینه سوم، گزینه سوم گفته که آره یک تاپل تکراری ندارد. خب ندارد. آره دو توهیه، توهی. خب چی میشه جواب این؟ میشه توهی، میشه توهی. میبینی؟ توهی، توهی. اینم میشه خروجیش. در نتیجه خروجیش با آره یک یکی نیست. هست بچه ها؟ هست؟ نیست. پس گزینه سوم هم دوباره غلطه. و در نهایت گزینه چهارم، گزینه چهارم گفته که هم آره یک و هم آره دو هیچ تاپل تکراری ندارن. خب 1-2-3-4 اینه که هم گرفتم توهی. میدونی یه طرف رو توهی بذارید اصلا خیلی همه چی تکیفش معلوم میشه. خب اینم نشد. همانطور که مشاهده می شود خروجی اسکل با آر دو فرق داره. سنجش هم که گفته بود گزینه اول. یه بار دیگه بریم رو گزینه اول رو نگاه کنیم ببینیم ابهامی برای شما ممکنه به وجود بیاد. میگه جدولی که توهی نیست. آها، آر یک هیچ تاپل تکراری نداره و آر دو توهی نیست. آها، آر دو نمیتونه توهی باشه. خوبه حرفم؟ آقا آر دو نمیتونه تو گزینه اول توهی باشه. ولی آره یک هیچ تاپل تکراری نداره. یعنی آره یک میتونه توهی باشه؟ بگید. میتونه آره یک توهی باشه. حالا شاید بگی که تو چرا اینجا غیر توهی گرفتی؟ خب گفته هیچ تاپل تکراری نداره. میتونم غیر توهی بگیرم، میتونم توهی بگیرم. حالا وقتی که توهی بگیرم آره دو هم که گفته چی؟ آره دو گفته توهی نیست. بس باید یه چیزی داشته باشه. مثلا میذارم چه میدونم 5 و 6 7 و 8. نکته مهم اینه که ضرب دکارتی میکنی میشه توهی. خب وقتی این میشه توهی در نتیجه خروجیش با جدول آر یک که توهی بوده باز یکی بوده. خوبه این حرفم؟ در کنی چی گفتم؟ بازم توهی میشه یکیه. نه خوب بود این حرف؟ خوبه، بدیم سید. خوبه. حالا من میخوام به اخلاق من عادت کنید، شجاع باشید، نترس باشید. نترسین. مثال نقض به وجود میاد بپذیریدش. خیلی خوب. همین. بچه ها من یه نصیحتتون میکنم. موقعی که دارید مثال میزنید این جدولاتون رو اینجوری اینجا سطر تکراری نذارید. این حالت 5-6 مثلا 5-6 این خوب نیست. این غلطه این مثال اینجوری. بعد باشه چون اصلا جدول که سطر تکراری نداره. بچه ها خروجی میتونه سطر تکراری داشته باشه؟ بگید. خروجی میتونه سطر تکراری داشته باشه؟ آره میتونه. آره دیگه بابا جان میتونه. تو جبر چطور؟ تو جبر رابطه نه نمیتونه. ولی تو اسکیل میتونه خروجی سطر تکراری داشته باشه، ولی تکراریاشو با دیستینکت تز میکنی. ولی وقتی داریم
جدول مثال میزنیم نمیتونه سطح تکراری داشته باشه. چرا؟ چون جدول حداقل یک کلید کاندید داره، تو بدترین شرایط تمام کلیده. پس بعد بگیم مثلا 5 6 7 8 اینجوری سطح تکراری نباید باشه. آره، که من اینجا اصلاحش کردم دیگه همه رو. حل شد؟ جدول نباید سطح تکراری داشته باشه وقتی مثال میزنی تو اسکیل. خب اینم از این، و میرسیم به سوال 86 و سوال آخر. خب این سوال خیلی خوبه. خب بچه ها این سوالات اینجوری بهتون دادن، اینا رو بچرخونیدش. خب باشن بچرخونید، منظورم چیه بچرخونید؟ اینجوریش کنید. خوبه این حرفم؟ که این بشه پدر، این بشه فرزند، این بشه پدر، این بشه فرزند، اینا همه فرزندن. چقدر من این مثالا رو دوست دارم. خب آره دیگه، به چرخونی بهتره. همینجوری ببینیم بچه ها، تمام پدرها، پدر آیگ، پدر، پدر آی دو، پدر آیگ، پدر آ. بچه تمام پدرها چکار کردن؟ اینجا من می نویسم تمام پدرها در رابطه شرکت کرده اند. خب این پس یه نتیجه داره دیگه. یعنی چی؟ یعنی پدر به طور اجباری در رابطه فرزندان شرکت کرده است. چقدر خوبه اینجوری آدم تست حل کنه کنکور با آرامش. تامش. یعنی پدر به طور اجباری. نوتیشن پدرم اینجوریه دیگه، دو تا خط اینجوری داره. البته تو شکلایی که اینجوری دیسجوینت و اوورلپه. خب به همین راحتی و به همین خوشمزگی من گزینه 3 و 1 از دور مسابقات چیکار میکنم؟ حذف میکنم. چرا حذف کردم؟ به خاطر که اینجا نوتیشن نشانه چی داره؟ اختیاری داره، اوورلپه، اختیاری بودن. در حالی که اینجا نوتیشن نشانه چیه؟ اجباری بودن. این نشانه چیه؟ اجباری بودن. درسته عزیزان من؟ بنابراین دو تا گزینه هست شد به همین زیبایی. حالا میریم ادامه داستان. این سوال آخره دیگه. خب حالا بریم یه کمی اینجا رو نگاه کنیم. بچه ها نگاه کنید، الان یه چیزی خوشگل بگم. اگر پدر اینجا باشه، یک باشه، و پدر مثلا با فرزنداش، مثلا فرزنده، مثلا آ فرزند بی، اگه این رابطه اینطوری داشت، یعنی هم با فرزند آ هم با فرزند بی، به این پدیده میگن یک به چند. و اگر پدر با فرزندان اینطوری رابطه یک به چند داشته باشد، دقت میکنید چی میگن؟ به این پدیده میگن اوورلپ. چی؟ اوورلپ یعنی چی؟ یعنی پوشا. ولی اگر اینجوری پدر این بالا باشه که پدر یکه، طوری نباشه که هم با این بچه هم با اون بچه، یعنی رابطهش به جای یک به چند یک به یک باشه، یک به یک این فرزند. خب به این حالت میگن دیسجوینت. حالا اینجا بیا نگاه کنید، دیسجوینت یا اوورلپه. حالا این با این، این با این، این با این، با این، آها این خراب کرد. نگاه کن چجوریه،
هم با این رابطه برقرار کرده هم با این بچه. به این پدیده میگن چی؟ اوورلپ. خوب بود؟ یک به چند خانم خیراللهی آفرین. از بابا به بچه. یک به چند دارین اوورلپه. ببینید من خب خیلی حرف زدم تو کلاس، نمیخوام اونا رو تکرار کنم، ولی مثلا یه شماره شاسی ماشین میتونه هم توی این ماشین باشه هم تو اون یکی ماشین. یه شماره شاسی ماشین نه، چیه؟ دیسجوینته. بنویسید دیسجوینته. کارت شبکه، مکادرس کارت شبکه چطور؟ مکادرس میتونه هم تو کارت شبکه من باشه هم تو کارت شبکه شما؟ نمیشه که. چیه اینم؟ بگید دیسجوینته. شماره دانشجویی شما چطور؟ شماره دانشجوییتون میتونه هم ارشد باشه هم کارشناسی ارشد؟ یعنی یه شماره دانشجویی هم مال ارشد باشه هم مال مثلا کارشناسی میشه؟ نمیشه که، دیسجوینته. حالا یک شماره مشتری میتونه هم حساب جاری باشه هم حساب قرض الحسنه. یه شماره مشتری میتونه دیگه، میتونه دیگه. شماره مشتری بانک شما یه دونه شماره مشتری داری، میتونی بهش 100 تا توش حساب باز کنی. قبوله؟ آره دیگه. ببینید این همین مثال خیلی قشنگه دیگه. این قشنگ داره نشون میده که آقا این الان یک به چیه؟ بگید یک به چنده. من اینجا نوشتم وقتی یک به چند باشه میگیم اوورلپ. حالا یه نکته دیگه بچه ها، اگر این قرمز هست اینجا من مشخص کردم، مثلا این حذف بشه این نباشه، بعد میشد اوورلپ یا دیسجوینت؟ میشد دیسجوینت. چرا؟ چون یک به یک. میبینین یک به یک. آفرین، تموم شد. داره خوب گرفتین. یک به چند بود اوورلپ، یک به یک بود دیسجوینت. تموم شد رفت. خیلی اینا ساده است. حتی برای شما ساده است. توی گروه ها برید بپرسی ببینید اصلا طرف نمیدونه دیسجوینت چیه. متاسفانه دیگه خودشون میدونن. طرف نمیدونه اصلا صفت ممیزه چیه. الان 5 ساله داره اینا میاد. منابع ناقصه دیگه، منبع ناقص میخونن اینطوری میشه. مثلا ببین گفتم از آنجا که اگر و تنها اگر تمام نمونه موجود پدر در رابطه شرکت کرده باشن آن رابطه اجباریه. نگاه کرده باشی من دونه دونه نمونه های بابا رو چک کردم، همشون بودن. حالا چه وقت بابا اختیاری میشه؟ وقتی که حداقل یه نمونه شرکت نکنه، اون موقع میشد اختیاری. اگر و تنها اگر یه نمونه شرکت نکنه. الان مثلا من مثال میزنم اینجا بچه ها، مثلا اگر این پدره این خط حذف بشه، این خط حذف بشه، این خط حذف بشه، پدر میشد اختیاری یا اجباری؟ آفرین. چرا؟ چون یه پدرایی هستن. آره دیگه، اون بچه هم نداره دیگه رابطه، چه اشکالی داره؟ نه نه، بچه نباید حذف بشه. ببخشید، بچه توی این روابط حتما باید با یه نفر رابطه داشته باشه. بچه نمیتونه اختیاری باشه توی وراثت. بچه نمیتونه اختیاری باشه. بچه ها همیشه بچه ها با پدرشون باید حتما یه رابطه داشته باشن. ولی اگر یه نمونه ای مثلا رابطه نداشته باشد از پدر، اون میشه پدر اختیاری. اصلا یه نکته من به شما یاد بدم بچه ها، اجباری اختیاری اصلا شما به فرزند کار نداشته باشین، فقط از سمت پدر بهش نگاه کنید. فرزندان دیسجوینت اوورلپ دارن، گوش بدید، فرزند دیسجوینت اوورلپ داره، پدر چی داره؟ اجباری اختیاری. آره دیگه، باید بره با یکی رابطه برقرار کنه. بله، چون نمیشه که مثلا بچه باشه بی پدر باشه. نمیشه که. پدر بدون بچه داریم، ولی بچه بی پدر که نداریم. میشه؟ نمیشه که. اوکیه؟ پدر بدون بچه داریم، ولی بچه بدون پدر نداریم. بی پدر نمیتونه بشه که، بی پدر مادر بشه.
مثال به مثال باید بررسی بکنیم. خب اینم که آسون بود. مثلا اینجا گفتم در یک رابطه پوشا اوورلپ نمونه موجودیت فرزند می توانند به طور همزمان با نمونه از موجود پدر در ارتباط باشند که همون معنی یک به چند رو میداد. به صورت این سوال پاسخ خودم گزینه میشه. بچه ها بگید میمونه گزینه دو و چهار، بین دو و چهار کدومو بزنیم؟ چهار رو میزنیم. چرا؟ چون اجباری و چی بود؟ اوورلپ. خوب بود حرفام؟ چرا؟ چون یک به چند بود. من یاد آوری می نویسم اینجا. اینکه ما حالت پدر اجباری، چهار تا حالت داریم. پدر اجباری، فرزند دیسجوینت. چهار تا حالت داریم ما. دو پدر، یعنی کلن دارم میگم و نه برای این سوال، پدر اجباری، فرزند اوورلپ، پدر اختیاری، فرزند دیسجوینت و یه مورد چهارم داریم، پدر اختیاری، فرزند چی؟ اوورلپ. و من تعداد جداول اینا رو هم برای شما بگم چون مهمه. البته تو کلاس نکته و تست کنکور 98 که حل کردم اینا رو گفتم، ولی به هر صورت الان فقط از باب یادآوری من اینو به شما دوباره میگم و که این حالت پدر اجباری، فرزند دیسجوینت، این میشه پیاده سازیشو دارم میگم، میشه دو جدول، این دو جدولیه، ولی بقیهشون همه میشن چی؟ سه جدولی. چرا سه جدولی هن؟ به خاطر اینکه کلن اوورلپ بودن اصلا همه چی رو خراب میکنه. اوورلپ بودن یعنی وجود نال، پس سه جدولیش میکنه. یه چیز دیگه هم همه چی رو خراب میکنه، اختیاری بودن. اوورلپ بودن تکرار ایجاد می کند، یعنی افزونگیه، پس بس جدولیش کنیم، یعنی تجزیهش کنیم. اختیاری بودن نال تولید می کند، پس برو به سمت سه. این حرفم قشنگ ها. بیا یه بار دیگه. اوورلپ بودن تکرار ایجاد می کند، چون مثلا یه شخصی یه شماره مشتری هی حسابای مختلف داره، این تکرار ایجاد میکنه، افسونگی درست میکنه، پس نرمال سازی باید بشه، میل کنه به سمت جداول بیشتر. اصلا کلا هر جا که میخوایم نرمال سازیم بچا جدول کم میشه یا زیاد میشه. وقتی که نرمال سازی میکنیم جدول زیاد میشه، مثلا یه جدول میشه دو تا جدول، پس میل به جدول زیاد شدن پیدا میکنه. هر جا خرابکاری هست جدول ها زیاد میشه. خرابکاری چیه؟ اوورلپ خرابکاریه دیگه. چه چیزی خرابکاریه؟ پدر اختیاری. اختیاری بودن نال تولید میکنه دیگه تو جدول. اینجا هم پس سه. حالا سفت و محکم چیه؟ پدر اجباری عالیه و فرزند دیسجوینت عالیه، میشه مدل دو جدولی. خوب بود. آره. حالا یه چیز دیگه، جدول توی پایگاه داده دیتابیس، جدول زیاد باشه خوبه یا کم باشه؟ کم باشه. چون اگه جدول زیاد شه دوباره بعد چی بشن؟ الحاق بشن، نه؟ بعد الحاق اینا بعد ضرب دکارتی بشن، این کارا بشن دیگه، که این چیه؟ سربار داره. ما از روی ناچاری میریم نرمال سازی میکنیم، یعنی جدولمون زیاد میشه. قبول حرفم؟
خب همین دیگه، مطلب دیگه. خب این تست هم که شد گزینه چهارم و همین. خب تموم شد دیگه، تستا رو هم حل کردم. فکر میکنم حالا بعدا هم دوباره مثلا تستای تعلیفی بیاریم حل کنیم و یا مثلا کلاس رفع اشکال این کارا. به صورت بچه من از سال 70 تا 99 همه تستا رو چه کامپیوتر چه آیتی چه دانشگاه آزاد هر چی که بود حل کردم. خیلی توصیه میکنم به کتاب راهیان ارشد کامل بخونی، طور خدا اگر پاسخ ها بهش رسیدی تست رو زدی برو پاسخ منو بخونش. چرا باید پاسخ رو بخونی؟ به خاطر اینکه تو پاسخ چیزایی گفتم که ربطی به تست نداره، یعنی اضافه بر سازمان بوده و ممکنه که سال بعد ازش سوال بیاد. پس پاسخ ها رو کامل بخونید. خیلی زیاد توصیه میکنم به کتاب پایگاه داده راهیان ارشد. بچه ها من یک کتاب دیگرم خیلی 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 زیاد بیش از اندازه، حتی بیشتر از پایگاه داده توصیه میکنم، هم کتاب سیستم عامل راهیان ارشد هست. از سال 89 به بعد مرجع کنکور سیلور شات شد. برخی کتابای کنکور اصلا ترجمه تننبان هستن و مرجع کنکور سیلور شاتس. واقعا اگر میخوای سیلور شاتس رو یاد بگیری به عنوان مرجع کنکور، تنها کتابی که 100% سیلور شاتس هست کتاب راهیان ارشده. از سال 89 مرجع عوض شده است. خیلی زیاد من توصیه میکنم اون کتاب راهیان ارشد، کتاب ترجمه سیلور شاتس. یعنی نگاه کنید میبینید من کل این کلشو که نمیشه گفت، ولی هر چی که مربوط کنکور بوده رو ترجمه کردم و بردم تو کتاب. ترجمه خیلی سلیس و روان سیلور شاتس کتاب سیستم عامل راهیان ارشد، خیلی زیاد توصیهش میکنم. و همین دیگه بچه، مسیر شما خیلی ارزشمنده، مسیر شما به شدت ارزشمند هست و قدرشو بدونید. خب من بذارین ضبط کلاس رو قطعش بکنم و اگه نیازه صحبت‌های دیگه با شما بکنم. بله یک جلد کتاب تست بی نهایت توصیهش میکنم. میگم ترجمه کتاب سیلور شاتس چیزی نیست مثلا من بگم من خوبم یا چیم، دارم میگم سیلور شاتس تو کنکور شما میاد و تنها کتابی که 100% سیلور شاتس همین کتاب راهیان ارشدی که ترجمه است. اصلا شما این کتابو بخونید، اصلا منو دعا میکنید که این آدم چجوری اینقدر وقت کرده این کتابو با وسواس اینجوری بنویسه. از پایگاه داده مثل پایگاه داده است دیگه، حالا خوندید اونم همیشه. البته کلاس شبکه و سیستم عامل و مهندسی نرم افزارم من ادامه خواهم داد. خب من ضبط و پایان میدم، ولی هستم اینجا اگه سوالی خواستید بپرسید. جزو درس کتاب تسته. خب من پایان حل کنکور آیتی 99 رو اعلام میکنم. دوستانی که آفلاین هم هستن اگر جلسه دیگه برگزار بشه حالا به هر شکلی، من با دوباره رکورد میکنم و قرار میدم. بهترین ها رو آرزو دارم. امروز هم 6 اسفند 99 هستش. با آرزوی بهترین.